سریال سیب ممنوعه قسمت های 178, 179 و 180 دوبله. لطفا قبل از هر چیز کانال یوتیوب سنجاقک ایرانی رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض منتشر شدن کلیپ های جدید زودتر از همه باخبر بشید. اندر از حرفای شایکا شوکه میشه. او سعی میکنه غرور خودش رو حفظ کنه و زیر بار حرف شایکا نره. او وقتی که بیرون میاد با ایت قرار گذاشته و با او به کافه میره. به ایت ماجرا رو میگه و ایت میگه که شایکا دروغ میگه و هیچ فیلمی از اون روز نداره. زیر کشتن اندر جز نقشه های اونها نبوده و اون لحظه ایت به خاطر عصبانیت او رو زده و بعد نیز به شایکا گفته. دوربین های امنیتی خراب بوده و چیزی ضبط نشده. ایت از اینکه شایکا با او اندر را تهدید کرده عصبانی میشه. ایلیز به شرکت میاد و پیش لیلی میره. او از لیلی در مورد رفتارهای شایکا سوال میکنه و از اینکه او نیز مانند بقیه دستیاری داره تا براش کار کنه خوشش میاد. لیلی میگه که رفتار خاصی بین حالیت و شایکا ندیده و شایکا زیاد به اتاق حالیت نمیره. ایلیز سپس به اتاق حالیت میره و حالیت از اینکه ایلیز مدام به شرکت میاد تا او را چک کنه عصبی میشه. او سپس به ایلیز میگه که داخل اتاق او شنود پیدا کرده و کار نادره. او میگه که این حدس رو شایکا زده بود. ایلیز با هرس میگه که حتما کار خود شایکا بوده، اما حالیت طبق معمول شایکا رو باور داره. او همچنین میگه که قراره به خونه بیاد اتاق کار او رو نیز بگرده. ایلیز با یادآوری حرفهای تلفنی خودش با نادر در اتاق حالیت نگران و هول میشه. ایت با عصبانیت در خونه به اتاق شایکا میره و با او به خاطر تهدید کردن اندر دعوا میکنه. شایکا چهره پیروزمندانه به خودش میگیره. ایت با عصبانیت به او حمله کرده و گردنش رو میگیره تا او رو تهدید به کشتن کنه. شایکا رنگش پریده و میترسه. او میگه که دروغ نگفته و واقعا فیلم های اون شب رو داره و برای ایت ارسال خواهد کرد. ایت او رو ول میکنه و با عصبانیت بیرون میاد. شایکا به شدت از ایت هرسش گرفته. اندر در خونه مشغول جمع کردن وسایلش برای رفتن به خونه کایاست. او ماجرای تهدید شایکا رو برای جانر تعریف میکنه. همون لحظه شایکا برای اندر فیلم ضبط شده لحظه پرت کردن او داخل آب توسط ایت رو ارسال میکنه. اندر عصبی میشه و میفهمه که چاره ای نداره. در خونه کایا اندر وقتی میفهمه که ایت با شایکا برخورد کرده، او ایت رو به خاطر این کار سرزنش میکنه و میگه که نباید شایکا رو حساس کنه و همچنین از ایت میخواد که کایا از ماجرا باخبر نشه و خودش نیز دیگه هیچ واکنشی نشون نده. شب در خونه همه برای شام جمع شدن. اریم نیز برای شام به خونه کایا اومده. سر میز شام شایکا اومده و مدام به اندر زخم زبون و طعنه میزنه. کایا عصبی شده و از اون میخواد بس کنه. کمی بعد شایکا اعلام آتش بس میکنه و مقابل جمع از اندر معذرت خواهی میکنه. سپس اندر رو به بهانه دادن هدیه به اتاقش میبره. او از اندر نتیجه تصمیمش رو میخواد. اندر مجبوره همدست شدن با شایکا رو قبول کنه. شایکا میگه که قدم به قدم باید طبق نقشه او پیش بره و در وهله اول باید باعث جدایی حالیت و ایلیز بشه و برای هر دوی اونها پاپوش درست کنه و لیلی رو به حالیت نزدیک کنه. اندر از اینکه باید چنین کارهایی بکنه عصبیه. در خونه حالیت ایلیز پیش لیلا که قراره فردا از ایلیز طلاق بگیره میره و او رو دلداری میده. در خونه کایا نیز کایا با ایت در این باره حرف میزنه. شایکا به خونه حالیت میره. ایلیز با دیدن او در خونهش عصبانی میشه و با حالیت بحث میکنه. شایکا میگه که در مورد کار با حالیت صحبت داره و صداهای ضبط شده در دستگاهشون رو برای او آورده. بعد از رفتن شایکا ایلیز متوجه میشه که حالیت چیزی از حرفهای او و نادر نفهمیده و خیالش راحت میشه. همچنین از طرف انجمن با او تماس میگیرن و خبر میدن که او رئیس انجمن شده. ایلیز خیلی خوشحال میشه و از حالیت نیز میخواد فردا در مراسم انجمن کنار او باشه. حالیت که قرار فردا با شایکا برای فروش یک کارخونه به شهر دیگه ای برن میگه که دیرتر پیش ایلیز میاد. سریال سیب ممنوعه قسمت 179. صبح ایت و لیلا به همراه متین به دادگاه رفته و طلاق میگیرن.
اونها بعد از طلاق که مشخص شد زیاد راضی به این کار نبودن، با یکدیگر خداحافظی کرده و آرزوی موفقیت میکنن. ایلیز پیش اندر به کافه میره. اندر به اون میگه که صدای ضبط شده در شنود رو که ایلیز با نادر صحبت کرده شنیده و اون رو پاک کرده تا شایکا متوجه نشه. ایلیز متعجب میشه و علت این لطف اندر رو نمیفهمه. اندر توضیح میده که از طریق نادر متوجه این قضیه شده بود، اما در واقع شایکا خودش فایل رو پاک کرده بود و از اندر خواسته بود تا از طریق منت گذاشتن برای ایلیز اعتماد او رو جلب کنه. ایلیز خوشحال شده و از اندر تشکر میکنه. در شرکت وقتی که حالیت میفهمه که لیلی برای طلاقش کایا رو وکیل خودش کرده، به او متین رو پیشنهاد میده. لیلی برای اینکه زیاد با کایا رو در رو نشه پیشنهاد او رو قبول میکنه. در بوفه دانشگاه لیلا با دوستش سر میزی نشسته و سر میز دیگه ایت تنها نشسته. کمی بعد یکی دیگه از دخترهای دانشگاه پیش ایت میره و سعی داره به بهانه درس به او نزدیک بشه. لیلا از دیدن این صحنه حسودیش میگیره و به دوستش میگه که فقط به خاطر اینکه هنوز چند ساعت از طلاق نگذشته ایت شروع به دختربازی کرده و او هرسش گرفته. در خونه زهرا برای شبکه اجتماعی خودش از ایلیز میخواد که دوباره با یکدیگر یک فیلم تهیه کنن و انتشار بدن. ایلیز هم قبول میکنه و اونها آیسل رو نیز به زور وارد فیلم میکنن و با او شروع به صحبت میکنن. آکین فیلم اونها رو ضبط میکنه و موضوع اونها در مورد عشقه و ایلیز برای اینکه به فیلم هیجان بده میگه که آیسل عاشق حالیته، اما این یک عشق یک طرف است. در شرکت اندر سعی داره سر از کار و برنامه نادر در بیاره، اما موفق نمیشه. او پیش شایکا میره و دنبال اطمینانیه تا شایکا بعد از رسیدن به هدفش فایل ها رو منتشر نکنه. شایکا به اون میگه که بعد از رسیدن به قدرت و گرفتن شرکت فایل ها رو از بین خواهد برد و اندر ناچار به او اعتماد کنه. ایت بعد از دانشگاه به شرکت میاد. اندر او رو پیش نادر میبره و نادر وقتی که میفهمه ایت به تازگی طلاق گرفته، او رو در اوج جوانی میبینه و میگه که هنوز فرصتهای زیادی داره. در مراسم انجمن ایلیز با خوشحالی رفته و شروع به سخنرانی میونه اعضا و مهمونا میکنه. او که تا به حال ریاست جایی رو بر عهده نداشته هیجان زده است. کمی بعد اندر نیز به انجمن میاد و او به عمد گوشی زهرا و ایلیز رو دستکاری میکنه تا حالیت نتونه به اونها دسترسی داشته باشه. حالیت که به همراه شایکا به شهر دیگه‌ای رفته متوجه میشه که هلیکوپتر خراب شده و اونها مجبورن با ماشین برگردن. او هرچه با ایلیز و زهرا تماس میگیره تا خبر بده، اونها جواب نمیدن. شایکا به عمد از خلبان خواسته تا دروغ بگه که هلیکوپتر خراب شده. از طرف دیگه ایلیز که در انجمن منتظر اومدن حالیت برای سخنرانی و حمایت، با دیدن نادر در کنار خودش به جای حالیت شوکه میشه. خبرنگاران نیز اومده و از اونها کنار هم عکس میگیرن. ایلیز عصبی و هول میشه و نگران قضاوت حالیت. نادر میگه که به خاطر نیومدن حالیت به عنوان شریک او از شرکت که حامی انجمنه برای سخنرانی اومده. شب وقتی حالیت ماجرا رو میفهمه به شدت عصبانی میشه و با ایلیز دعوا میکنه. ایلیز توضیح میده که او مقصر نبوده و نادر خودش به اونجا اومده. شب در خونه کایا، اندر و شایکا در حال حاضر شدن برای رفتن به مراسم جشن شرکت برای شراکت جدید نادر و حالیت هستند. اندر به شایکا میگه که ایلیز اونقدرها هم ساده نیست و نقشه های اونها در مورد لیلی رو خواهد فهمید. شایکا میگه که در این صورت نیست مقصر فقط اندر شناخته میشه. اندر میگه که اگه او بسوزه همه رو با خودش میسوزونه. شایکا از حرفهای اندر به تمسخر خندش میگیره. کایا تمایلی به رفتن به جشن نداره زیرا رابطه خوبی با حالیت نداره، اما اندر از او میخواد که به خاطر طبیعی بودن ازدواجشون همراهیش کنه. سریال سیب ممنوعه قسمت 180. ایت به همراه آکین به کلوب میرن. در کلوب چند دختر از بچه های دانشگاه پیش او میان و به او پیشنهاد میدن که سر میز اونها بیاد. ایت تمایلی نداره، اما آکین سریع قبول میکنه تا برن. کمی بعد دوست لیلا که به همون کلوب رفته وقتی ایت رو میبینه عکس او رو سر میز دخترها گرفته و برای لیلا میفرسته. لیلا با دیدن عکس بیشتر عصبی میشه.
در مراسم حالید وقتی نادر رو میبینه بابت مراسم انجمن و نزدیک شدن او به ییلدیز علی‌رغم اخطارش با او بحث میکنه. نادر میگه که ییلدیز مقصر نبوده و او نیز به خاطر تماس انجمن و از طرف شرکت رفته و از حالید میخواد که به خودش نگیره. اندر پیش ییلدیز میره و سعی داره ییلدیز رو نسبت به لیلی پر کنه که او رو به لیلی و حالید مشکوک کنه. او میگه که کار لیلی نزدیک شدن به افراد پولداره و با کایا نیز این کار رو کرده. ییلدیز ابتدا به هیچ وجه قبول نمیکنه، اما کمی نگران میشه. کایا پیش لیلی میره و بابت این که لیلی پرونده طلاق رو از او گرفته و به متین داده از او گله میکنه. لیلی از او میخواد که به دل نگیره و این به صلاح اونها بوده. بعد از سخنرانی حالید به عنوان یکی از شرکای شرکت، نادر جلو اومده و او شروع به صحبت میکنه. در آخر نادر یک هدیه بزرگی رو برای حالید میاره و به عنوان شریک خود به او تقدیم میکنه. حالید وقتی هدیه رو باز میکنه با دیدن تابلوی نقاشی شده ییلدیز، همونی که در نمایشگاه بود، شوکه و عصبی میشه. اما مقابل جمعیت حفظ ظاهر میکنه تا بعد با نادر برخورد کنه. ییلدیز از دیدن تابلو هول میشه و استرس میگیره. اونها به خونه میرن. حالید به شدت از دست نادر عصبیه. ییلدیز ماجرای نمایشگاه رو به حالید میگه. حالید از اینکه ییلدیز این ماجرا رو برای او تعریف نکرده بود بیشتر عصبی میشه و به ییلدیز میگه که او تغییر کرده. ییلدیز نیز میگه که مقصر رفتار خود حالیته که همیشه سریع عصبی میشه. با این حال مثل همیشه حالید قانع نشده و خودش رو حق به جانب میدونه. روز بعد حالید تابلوی نقاشی شده رو که پاره کرده بود برای نادر پس میفرسته. در دفتر کایا امیر و جانر در مورد ییلدیز صحبت میکنن. امیر به پیشنهاد جانر تصمیم میگیره که با ییلدیز که این روزها تحت فشاره قرار بذاره تا تنها نباشه. ییلدیز به همراه امیر در کافه قرار میذارن. کمی بعد جانر با امیر تماس گرفته و از اون میخواد که هرچه سریعتر بیرون بیاد. وقتی امیر بیرون میره، جانر او رو به زور سوار تاکسی میکنه و میبره تا در کافه نباشه. همون لحظه ییلدیز که منتظر امیره، نادر رو مقابل خودش میبینه که سر میز اومده. ییلدیز کلافه میشه و از او میخواد بره. نادر میگه که فقط قصد داره با ییلدیز صحبت کنه و قصد اذیت نداره. گارسون کافه از اونها عکس میگیره و برای شایکا ارسال میکنه. شایکا به اتاق حالیت میره و به او میگه که چون به نادر و ییلدیز شک داشته، او رو تحت تعقیب قرار داده و سپس عکس رو به حالیت نشون میده. حالیت با عصبانیت بیرون میاد و به سمت کافه میره. او با دیدن نادر و ییلدیز عصبانی شده و ییلدیز رو به سمت ماشین میبره. نادر به حالیت میگه که ییلدیز تقصیر نداره و او خودش اومده. حالیت با نادر دعوا کرده و میره. او ییلدیز رو به خونه فرستاده و خودش به شرکت برمیگرده. در شرکت اندر به عمد سراغ لیلی میره و به او تهمت میزنه که هنوز هم به کایا نظر داره و مخل زندگی متأهلی او شده. لیلی با عصبانیت از اتاق بیرون میره و او با گریه به اتاق حالید رفته و میگه که به خاطر اندر قصد استفاده داره. حالید وقتی ماجرا رو میفهمه به لیلی میگه که کار او در شرکت ارتباطی به اندر نداره. او از لیلی میخواد همراهش برای نهار بیرون بیاد. اندر با خوشحالی این صحنه رو به همراه شایکا از پنجره میبینه. او سپس از اتاق بیرون اومده و با ییلدیز تماس میگیره و میگه شایکا فکر میکنه من طرف او هستم، میتونیم دست به کار بشیم.